سلام، وقت بخیر. درس 21 رو شروع میکنیم با عنوان Talking About Dates، صحبت کردن در رابطه با تاریخ. درس بسیار ساده ایه، یکی دو تا قلق داره که چطوری مثلا بعضی کلمات رو تلفظ کنیم و اینا، ولی باقیش دیگه همش یه سری قوانین تکراریه. به این سه تا جمله بیاین دقت بکنیم. میگه His meeting is on May the 10th. May the 10th، دهم می. حالا اینو به سه روش دیگه هم میشه خوند. در انگلیسی امریکایی این they که من گفتم اصلا نیاز نیست، یعنی احتیاج نیست. بگید درسته، اوکیه، نگیدم هیچ اتفاق نمیفته. May 10th، میبینید اینجا هم اینجوری نوشته، May 10th و یا May the 10th. حالا اینا رو برعکس هم میشه خوند، یعنی بدون اینکه این نوشته رو برعکس کنیم، برعکس هم میخونن The 10th of May و یا 10th of May. پس میبینید به چهار حالت میشه خوند. یه نکته ای به این حرف اضافهش هم دقت کنید. وقتی میگه آن، داره میگه دهم می، داره به روز اشاره میکنه. اگر ماه بود فقط His meeting is و بعد می فقط ماه، اینجا میشد in. و اگر به یه ساعت دقیقی اشاره میکرد اون وقت میشد at. این حروف اضافه رو از الان یواش یواش بهشون دقت بکنید. مورد بعدی میگه که My birthday is on May the 18th و یا May 18th. حالا برعکسش هم میشه The 18th of May و یا 18th of May. به این حالت. مورد بعدی The party is on May 31st و یا is on the May 31st. اعدادی که یادتونه دیگه، درسای قبلی در رابطه با عدد ترتیبی و اینا گفتیم، مثلا 1, 2, 3 و بعد یکم دوم میشد first, second, third, fourth. به این حالت اعدادو به این شکل میخونیم پس در تاریخ. یه چند تا مثال دیگه، اما روش دیگه ای همونی که من بالاتر توضیح دادم و اینجا گفته His meeting is on the 10th of May. My birthday is on May the 18th. The party is on the 31st of May. به این حالت. به این هم یه دقت بکنین، عدد نوشته. برای اینکه اینو بخونیم first یه استی تهش میذاریم، اگر second بود دو بود اندی میذاریم، اگر third بود سوم آردی میذاریم. آردی میگم برای دیگه آر و دی میذاریم، برای یه جور جالبی گفتن. به این حالت و باقی هم که تی ایچ میذاریم، fourth، fifth، یه همچین حالتی. بعد از عددش مثلا بعد از 4 یه تی ایچ میذاریم، بعد از 5 یه تی ایچ میذاریم. به این حالت. خیلی چیز ساده ایه، به این نکتهش دقت کنید. اما یه نکته دیگه ای داره که من اینا رو بخونم بعدم برمیگرم اونم بهتون میگم. خب میخوایم بگیم که فلانی در فلان تاریخ به دنیا اومده یا خودم در فلان تاریخ، گذشت، همیشه گذشته است، یعنی was born، از فعل born استفاده میکنیم ولی گذشته است، همیشه پسیوه. Jim was born in، ببین حرف اضافه باز یادتون باشه، in برای سال هم به کار میره، 1975 و یا 2015. Jim was born. I was born in 1987. من 1987 به دنیا اومدم. I was born in 1987. به این حالت. پس حواستون به این باشه، I born نداریم، I was born همیشه. و بعد سال رو وقتی میخوایم بگیم حرف اضافهش اینه و بعد عدد رو میگیم. به این حالت. مثال دیگه میگه Plato was born around 2500 years ago in 424 BCE. خب این جمله خودش کلی نکته داره. خب میگه که پلیتو یا همون افلاطون، دومین فیلسوف تاریخ در واقع، به این شکل بهش میگن، فیلسوف معروف، اولی رو میگن سوکراتیز، سوکراتس، سقراط، یاد چیز افتادم، دکتر سوکراتس، کاپیتان تیم ملی برزیل دهه 1970 فکر کنم اون موقع، اونم به این حالت تلفظ میشد دیگه که ما در فارسی و عربی میگیم سقراط، و بعد شاگردش پلیتو و افلاطون و بعد سومین ارسطاتل یا ارسطو. میگه افلاطون در حدود سال چی؟ 2500 سال قبل به دنیا اومد. اینو من چجوری خوندم؟ گفتم 2500 years ago.
احتمالاً یادتونه دیگه، گفتم وقتی دو تا صفر داریم میتونیم بگیم عددو حالت عادی بخونیم و بعد بگیم 100 25 100 years ago. به این حالت دو تا صفر رو اینجوری میخونیم، هرچند که سه تا صفر هم میخونن، مثلا 1000 هم میگن، اونم خیلی رایجه. years ago یعنی گذشته، in 424 اینو میشه خوند 424 BCE، ولی برای ساده تر کردنش عدد اول میخونن و بعد اینو میگن 424 BCE یعنی 424 سال پیش از میلاد مسیح. کلمه BCE هم به معنی Before Christian Era، قبل از دوران مسیحیت. البته که این سی رو به یه شکل دیگه هم میگن Before Common Era. Era یعنی دوران، ERA Era و Before Christian Era و یا Before Common Era به این حالته، پیش از دوران، پیش از این که تقویم مسیحی در واقع شکل بگیره که الان تو سال 2024ش هستیم. خب این از نکاتی که این درس داشت، اما برسم اینجا یه چیزی رو میخواستم بگم. قبلا تو درس اعداد اینو گفتم ولی اینجا باز تکرارش میکنم. اگر این تاریخ سیوم بود میخوندیم چی؟ The party is on the 30th. 30th نمیگیم 30th مثلا 20th 30th 40th به این حالت. خب اون چهلم، سیوم، بیستم یه اث داره، 20th 30th. این نکته ای بود که باید از دروس قبلی یادتون باشه، من اینجا فقط مجدد تکرار کردم. درس مهمیه، با اینکه درس ساده ای اما درس مهمیه، چون سر کارتون زیاد به تاریخ میفته. حتما مرورش کنید تمریناش و بعد کتاب تمرین صفحه 66 و 67 رو حتما انجام بدید. سوالی هم در نهایت اگه براتون باقی مون مطرح کنید تا جلسه آینده.